سلام و درود به همه شما همراهان عزیز و به خصوص شما که دل در گروه درد مردم دارید و برای برطرف کردن اون در تلاش هستید. به خصوص درود به یاران مقاومت، کانونهای شورشی و شوراهای مردمی. هرچند که رژیم طی این مدت اخیر تلاش کرده که با دروغ درمانی و وعده و شعار وضعیت رو سفید جلوه بده و مردم رو به سر کار و میدون مینه کرونا بفرسته، اما واقعیت اینه که هم بحران کرونا ادامه داره و هم بحران فقر و محرومیت و بیکاری مردم. نگاهی به این آمار و ارقام عمق فاجعه‌ای که مردم باش دست و پنجه نرم میکنن رو نشون میده. نرخ تورم 41.1%، بیکاری در بعضی از شهرها 30-35%، خط فقر 10 میلیون. به این آمار و ارقام بنبست اقتصادی بعد از کرونا و چند ماه بیکاری و بیحقوقی مردم رو اضافه کنید تا عمق فاجعه رو بهتر لمس کنید. بدتر این که اون روی سکه این فقر اکثریتی غارتگران و جنایتکارانی هستند که با پشتوانه بیت ولی فقیه و مزدورانش سرمایه های ملی رو بالا می کشن و با گرانی ها خون مردم رو می مکن و به سودهای بادآورده دسترسی پیدا می کنن. در حکومت دزدان و چپاولگران این خود مردم هستند که در سختترین شرایط می تونن در کنار هم بایستند و مرهمی بر زخم‌های همدیگه باشند. شوراهای مردمی به عنوان اهرمی برای به کار گرفتن همین ظرفیت و توان مردمی بنا شده تا در بحران‌ها و بی‌عملی‌های حکومتی به کمک مردم بشتابند و بحران کرونا یکی از این صحنه‌ها بود که با اوج همدلی و همبستگی رقم خورد. نگاهی داریم به گوشه دیگه‌ای از این فعالیت. بله، میریم به مریوان و ابتکار جالب مردم با غیرت این شهر برای هرچه بهداشتی تر کردن محیط. شورای مردمی یکی از محلات مریوان اقدام به نصب و جاگذاری دبه‌های 25 لیتری ضد عفونی برای استفاده دست و میوه و سبزیجات برای استفاده مردم در نانوایی‌ها و میوه فروشی‌ها کرده. در سقز اعضای شورای مردمی برای ضد عفونی کردن شهر از محلول پراسیتیک اسید استفاده کردند. ابتدا این کار با تانکر انجام شد و بعد به دلیل استفاده زیاد محلول در سطح گسترده تری تهیه و توزیع شد و ضد عفونی کردن هم شبها در محلات مختلف انجام می گرفت. این شورای مردمی برای وضعیت تحصیلی دانش آموزان هم کمک کار بود و با اهدای کتاب به دانش آموزان، امکانات آموزشی و کمک به ادامه تحصیل شرایط رو براشون ساده تر کرد. ضد عفونی کردن شهرها و معابر مختلف در شهرهای دیگه از جمله گناباد و خوی هم انجام گرفت.
در شرایط وخیم اقتصادی بخش گسترده‌ای از کمک‌های شورای مردمی به تهیه و توزیع مواد غذایی اختصاص داره. میریم به بوکان و همراه میشیم با یکی از این شوراهای مردمی. یکی از شوراهای مردمی در شهر کرج با تهیه مواد غذایی و رسوندن اون به منزل نیازمندان سهمی در این جنبش مردمی ایفا کرده. استان البرز شاهد حضور یکی دیگه از این تیم‌های پرشور بود که با اهدای 200 بسته غذایی به خانواده‌های نیازمند تلاش کرد سهمی در مرهم گذاشتن بر دردهای مردم داشته باشد. مهربانی را بکار بالای هر زمینی و زیر هر آسمانی، و اگر جای دانه هایی که کاشتی را فراموش کردی، روزی باران جایشان را به تو نشان خواهد داد. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار و موفق و پیروز باشی.